به سه شرط ما میتونیم از تربت و خاک سید علیه و علیه السلام استفاده کنیم یک بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی به قصد استشفا باشه یعنی به قصد شفا گرفتن باشه و کسی هم نمیتونه اعتراض کنه که چطور شفا در تربت و خاک عبی عبدالله باشه همون خدای تبارک و تعالی که شفا را گاهی در پیچکاری گاهی در گولی و گاهی در سیروم و چیز دیگه قرار میته همو خدای تبارک و تعالی شفا در تربت ابی عبدالله علیه السلام قرار بده او چیزی که مهمه است که خداوند شفا را قرار میده و شافی خداوند است این تربت ابی عبدالله پیشکاری قرص این چیزا وسیله بیش نیستن پس خدا شفا را در تربت ابی عبدالله علیه السلام قرار داده پس یک به قصد شفا بخوریم دوم ایست که انسان کمتر از بیشتر از یک نخود متوسط نخوره با خاطر از که خوردن خاک حرامه یکی از محرمات حرامه پس یک به قصد سشوا باشه دو بیشتر از یک نخود متوسط نباشه و نکته سوم که خیلی مهمه و ما باید توجه کنیم شیعیان محبین دوستداران اهل بیت خیلی باید این قضیه توجه کنیم مطلب سوم است که انسان یقین داشته باشه اطمینان داشته باشه که این خاک از قبر ابا عبدالله علیه الصلاه و سلامه یا اگر از قبر ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام نیست از نزدیکی های قبره خب پس یه انسانی باید یقین کنه یا از طریق بینه باید در اینجا مراد دو شاهد عادله یعنی دو شاهد عادل شهادت بدن که اینمی تربت از قبر ابو عبدالله علیه صلات و سلام یا از نزدیکی های قبر ابو عبدالله علیه صلات و سلام برداشته شده و برای شما آورده شده شما میتونین به عنوان شفا و استشفا از او چی کنین استفاده کنید. بنابراین تربتی را که در ما زیاده دیگه مهر کربلا خیلی زیاد است خانه های ما در هر جای دیگه است بعضی ها تربت هم. خاک داخل پلاستیک یا چیزی می میرن اگر انسان یقین و اطمینان نداشته باشه که این خاک از خود قبره یا از نزدیکی های قبره حضرت آیت الله العظمه سیستانی میفرند بنابر احتیاط واجب از خوردن چنین خاکی باید اجتناب کنیم